آیا شما تیپی کودک حیات وحش رو میشناسید؟ بیش از 20 سال از زمانی که این عکس گرفته شده میگذره و اون دیگه بزرگ شده. اگه فکر میکنید کودکی خارق‌العاده‌ای با تفریح در پارک‌های کنار خونتون داشتید، پس آماده نیستید که با داستان تیپی دگره و جایی که اون در دهه اول عمر خود زندگی کرد آشنا بشید. با این حال تصاویری که خواهید دید در این حال که دلهره آور هستند، به همان اندازه هم بی‌نظیر و با ارزشند. تیپی دگره دختر جوان فرانسوی که دوران کودکی خودش رو در آفریقا و به ویژه در نامیبیا گذروند. خانواده‌اش به عنوان شکارچی تصویر کار می‌کردند و از دختر خودشون که در کنار حیوانات وحشی و در دل سرزمین وحشی به سر می‌برد، با شیرها و فیل‌های غول‌پیکر و دیگر حیوانات وحشی عکس‌های شگفت‌انگیزی می‌گرفتند. تیپی در سن و سالی که همسالان اون با دوستانشون در حال بازی قایم‌موشک در پارک‌ها بودند، اون در جنگل می‌دوید. چنین به نظر میاد که اون به صورتی دیوانوار از حیوانات وحشی که در آفریقا زندگی می کردند نمی ترسید و حتی عاشق گذراندن اوقات خودش با اونها بود. فقط تصاویر رو ببینید و خودتون خواهید فهمید. همانطور که این تصویر به وضوح نشان می دهد، تیپی دختر معمولی نیست. این واقعیت که حیواناتی همانند یک یوز پلنگ به اون نزدیک می شن و به اون آسیبی نمی رسونن، نشون میده که اون یه شاهزاده خانم دیزنیه. چند تا کودک میتونن به ما بگن که چگونه یه فیل آفریقایی اونها رو روی خرطومش یا شونه‌هاش حمل میکنه؟ تیپی واقعا بی‌نظیره و در کودکی اون چیزهای خارق‌العاده‌ای وجود دارن که شما فقط میتونید در فیلم‌ها یا کتاب‌ها مشاهده کنید. سکونت والدین تیپی در آفریقا دوره‌ای پربرکت در زندگی اونها بود. اونها کارشون مثل اداره کردن یه مغازه یا کار پشت میزی نبود. همیشه در کنار دختر کوچیک خودشون در دامان طبیعت وحشی بودن. علاوه بر این خاطرات زیادی دارن که به لطف عکس‌های جادویی اونها رو ماندگار کردن. یکی از جالبترین جنبه‌های تجربه تیپی در آفریقا اینه که بومیان اونجا هم اون رو کاملاً پذیرفته بودن. بسیاری از قبایل آفریقایی برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ خودشون با دیگران و به ویژه در مشارکت بیگانگان در مراسم‌هاشون قوانین سختگیرانه‌ای دارن و اجازه نمیدن، اما تیپی استثنا بود. اگرچه بیش از یه دهه از زندگی تیپی در آفریقا می‌گذرد، اما توضیح داد که اون هرگز لحظه‌های باور نکردنی در اونجا رو فراموش نمی‌کنه. اون همچنین کتابی هم نوشته با نام تیپی، کتاب من از آفریقا. داستان باور نکردنی اون رو روایت می‌کنه. کودکان در سراسر جهان باید سعی کنن کتاب اون رو مطالعه کنن. تیپی به هنگامی که همسالان اون فیلم‌های کارتونی کتاب جنگل رو تماشا می‌کردن، اون در واقعیت اونها رو تجربه می‌کرد. به عنوان مثال این عکس رو ببینید. آیا تا به حال چنین دختر کوچیکی رو در نزدیکی یه بچه شیر دیدید؟ آیا می‌تونید تصور کنید که بزرگ شدن در آفریقا چقدر می‌تونه هیجان انگیز باشه؟ تیپی برای بازی قایم‌موشک به زمین بازی خاصی نیاز نداشت. کل جنگل در اختیار اون بود. تیپی برای سرگرم شدن نیازی به پیدا کردن یک کودک دیگه برای هم بازی شدن هم نداشت. فقط کافی بود از گردن یک شترمرغ بالا بره. سرگرمی از این بالاتر؟ در حقیقت زمانی که تیپی در آفریقا زندگی می‌کرد، کودکان دیگری برای بازی با آنها نبود. اما می‌گوید که این موضوع هیچ وقت برای اون مسئله مهمی نبوده. اون قبلا هرگز در یه شهر بزرگ زندگی نکرده بود. بنابراین هرگز نمیدانست بچه های دیگه در سن و سال اون چی کار میکنن. و همونطور که در تصویر میبینید، تیپی به یه همبازی احتیاج نداشت. اون با فیل ها هم دوست بود. والدین تیپی گفتن تیپی یه دختر بچه خوششانس بود و تا 10 سالگی در طبیعت زندگی میکرد. هر سه با حیوانات بودیم و میشود گفت که با انسانهای دیگر ارتباطی نداشتیم. اما اینکه آنها به دخترشون اجازه دادن تا با حیواناتی مثل ببر یا فیل بازی کنه، به نظر شما بیمسئولیتی کردن؟ اگر بگوییم در بعضی از عکس‌ها گویی که زندگی تیپی در معرض خطر بوده،
دور از واقعیت نیست، اما والدین تیپی توضیح دادند که حیوانات موجود در عکس‌ها کم و بیش اهلی شدند و در بین ساکنان روستاهای آفریقایی زندگی می‌کردند. والدین تیپی همچنین توضیح دادند که کار واقعی اونها عکس گرفتن از طبیعت آفریقاست، اما تهیه عکس از دخترشون هدف اصلی اونها نبوده. والدین تیپی دوست داشتن از دختر کوچک خودشون عکس بگیرن، در عین حال چه کسی میتونه اونها رو سرزنش بکنه؟ دیدن بازی کودک با حیواناتی مثل شترمرغ یا شیر یه چیز عادی نیست که. واقعیت اینه که تیپی دوران کودکی خودش رو واقعا با حیوانات گذروند و دلیل قوقا کردن عکس های اون در سطح اینترنت هم همین بود. و خبر خوب اینه که به نظر میرسه تیپی عاشق دوربینه. فکر میکنید چه شغلی رو انتخاب میکنه؟ تیپی از کودکی به دوربین عادت کرده بود و امروز بازیگر شده. در زمان کودکی اون مستندی با نام دور دنیا با تیپی ساخته شد، حتی در مورد مبحث مهمی که اون از حیوانات وحشی به خوبی میدونست در اون فیلم صحبت کرده بود. تیپی زمان زیادی رو با حیوانات وحشی گذرانده، اما اون به خصوص دوست داشت با قورباغه ها بازی کنه. دلیل این علاقه ساده است، قورباغه ها دوست داشتنی هستند و در همه جا تماشای پریدن اونها سرگرمی خوبیه برای بچه ها. مطمئناً تعداد بسیار اندکی از مردم میتونن بگن که اونها کودکی بهتری نسبت به تیپی داشتن و این یه واقعیته. تصور کنید که چقدر خوبه هر روز صبح از خواب بیدار شید و بیرون از خونه با حیوانات وحشی همانند ببرهایی روبرو بشید که منتظرن با شما بازی کنن. اکنون تیپی بزرگ شده و غالبا هم به نامیبیا سفر میکنه. بدیهی است که اون هرگز خاطرات باور نکردنی دوران کودکی خودش رو فراموش نخواهد کرد و سفر به آفریقا راهی برای احیای دوران کودکی اونه. کودکی بی‌نظیری که همه کودکان امروزی باید حسرت اون رو بخورن. از داستان کودکی تیپی میتونیم متعالی بودن طبیعت رو یاد بگیریم. ما اطمینان داریم که تیپی در آفریقا لحظات فراموش نشدنی رو پشت سر گذاشته و شاید فقط چند کودک وجود داشته باشند که میتونن همین حرف رو بزنن. به گفته اون همه چیز رو دوست داشت. مناظر، حیوانات و افراد بومی آفریقا رو. برای ویدیوهای بیشتر لایک رو فراموش نفرمایید. موفق باشید.